اوضاع و شرایط آخرالزمان. بنابر آنچه در مجموعه رهنمودهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار وارد شده است، در دوره غیبت به دلیل عدم دسترسی مردم به امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف و غرق شدن در زرق و برق دنیا و همینطور دور شدن از فضایل اخلاقی و انسانی و بی توجهی به احکام و ارزش‌های الهی، انسان‌ها با انواع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی روبرو می‌شوند. سلام، باز هم در یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا در خدمت شما قرار گرفتم. برای حمایت از ما نکس میدیا را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای ویدیوهای بیشتر ویدیوی ما را لایک کنید و خود را با جهان بیشتر آشنا سازید. در دوره غیبت به دلیل عدم دسترسی مردم به امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و غرق شدن در زرق و برق دنیا و همینطور دور شدن از فضایل اخلاقی و انسانی و بی توجهی به احکام و ارزش‌های الهی، انسان‌ها با انواع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی روبرو می‌شوند. از این پیشامدهای تلخ که سعادت افراد بشر را تهدید خواهد کرد با تعبیرات مختلف یاد شده است، تا شاید مردم از طریق تأمل در آثار زیانبار این امور از پدید آمدن این وقایع جلوگیری به عمل بیاورند. در این باره امیرالمومنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند: در این زمان بی توجهی به احکام و ارزش‌های الهی به اندازه‌ای رواج پیدا خواهد کرد که مردم کسی را که امر به معروف می کنند آدم پست و ذلیل به حساب می آورند. در مقابل کسی را که به انواع گناهان و آلودگی ها مرتکب می گردد ستایش خواهند کرد. در جای دیگر تصریح دارند که در این دوره مردم فقیر، خار و زبون و انسانهای مؤمن، ضعیف و حقیر و اندیشمندان و افراد با فضیلت پست و بیمقدار شناخته می شوند. در مقابل شخص فاسق، محترم به حساب آمده و ستمگر و ظالم مورد تعظیم و احترام قرار می گیرند. حق ضعیف در بینشان پایمال شده و انسانهای قوی از نظر مال و امکانات زمام امور را به دست می گیرند. امام صادق علیه السلام هم در این باره چنین می فرماید: در این زمان انسانهای فاسق توانمند و پسندیده محسوب شده است. راه‌های خیر خالی از رهرو شده و راه‌های ناشایست پر از رهرو می‌گردد. مردم این زمان ثروتمندان را از انسان‌های با ایمان گرامی‌تر می‌دانند. انواع گناهان نظیر رباخاری و قمار و غیره رواج پیدا می‌کند و کسی از آنها جلوگیری به عمل نمی‌آورد. افراد پس و لاابالی انسان‌های با فضیلت و بزرگوار را تحقیر می‌کنند. هرج و مرج عمومیت پیدا کرده، اغلب مردم به جای حق تابع قدرت می‌شوند. ترک احکام الهی شیوع پیدا کرده، حکم‌های باطل و برخلاف حکم خدا رواج پیدا می‌کند. لازم به تذکر است که این بی‌توجهی به احکام و ارزش‌های دینی فقط در مورد تعالیم اسلام نخواهد بود، بلکه در نتیجه هواپرستی مردم از آموزه‌های همه ادیان روگردان خواهد شد. امام صادق علیه السلام در این باره تصریح دارند که در آن زمان می‌بینی که پیروان همه ادیان تحقیر می‌شوند و حتی هر کس که یک فرد دیندار را دوست داشته باشد، مردم ارتباط خود را با او قطع می‌کنند و از خود می‌رانند. توضیحاتی که در کتاب‌های سایر ادیان نیز در این باره آمده است جالب به نظر می‌رسد. به عنوان مثال در آیاتی از انجیل آمده است: اما این را بدان که در ایام آخر زمان‌های سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود
و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و ناموتی والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینتوز و غیبتگر و ناپرهیزگر و بی مروت و متنفر از نیکی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت و عیاشی را بیشتر از خدا دوست می دارند، گاهی به ظاهر صورت دینداران را دارند ولی در واقع منکر آنند. بدیهی است زمانی که جامعه‌ای این ویژگی‌های اخلاقی و فرهنگی را پیدا کرد، با انواع مشکلات و گرفتاری‌های فردی و اجتماعی روبرو خواهد شد. از جمله این گرفتاری‌ها جنگ‌های خانمانسوز و پیدایش سلطه‌های استکباری و رواج ظلم و ستم در سراسر جهان و شیوع انواع امراض و آلودگی‌های بهداشتی و وقوع زلزله و سیل‌های ویرانگر و قحطی‌ها و انواع آن می‌باشد. لازم به ذکر است که علارغم این پیشامدها که ناشی از عملکردهای غلط افراد جوامع است، این گونه نیست که به طور کلی زمین از افراد با تقوا و شایسته خالی شود، بلکه عده‌ای از انسان‌های بسیار بزرگواری هم خواهند بود که در آن شرایط بسیار سخت از طریق رعایت احکام الهی و مراتب والای اخلاق و تقوا دست خواهند یافت و حتی حکومت و یا حکومت‌هایی را در آخر زمان ایجاد خواهند کرد که خود زمین ساز حکومت جهانی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف خواهند بود. افراد شایسته‌ای در سایه چنین حکومت‌هایی تربیت می‌شوند که یاران حضرت از میان آنها برگزیده خواهند شد. امام صادق علیه السلام از چنین افرادی با این عبارت یاد می‌کنند: اهل زمان غیبت او که قائل به امامت او یعنی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف و منتظر ظهور او باشند، برتر از مردمان هر زمان دیگر می‌باشند. غیبت امام در پیش آنان چون حضور شده است. خداوند اهل آن زمان را همانند مجاهدانی قرار داده که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر بزنند. آنان مخلصان حقیقی و شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به دین خدا در آشکار و نهان می باشند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکس مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هیئت و کارکنان کانال تخصصی نکست مدیا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مهمانی خدا را به تمام مسلمین جهان و مخصوصاً به تعقیب کنندگان خیش تبریک عرض می کند. همچنین از بارگاه ایزد متعال استدعا می نماییم تا به برکت این ماه پرفیض تمام مریضی ها و آفت های اخیر که جان هزاران نفر را در جهان گرفته و حتی باعث کمرنگ شدن مراسم های مذهبی شده و پایان برسد.